بسکتبال از سن فکر کنم پنجم دبستان شروع کردم. به خاطر فیزیکی داشتم در مدرسه که بودیم، خب قد و هیکلم از بقیه همکلاسیان بلندتر بود و یه روز مدیرمون اومد و سر کلاس و همه رو گفتش که بیستید بخوام ببینم قداتون چجوریه و ما نمیدونستیم مثلا جریان چه، بعدا فهمید همه بایستان. خب ما هم که مثلا برای قدیمون بلندتر و فیزیکمون بلندتر بود، خب عقب کلاس میشستیم، چون قدیما نمیدونم خاطرتون هست یا نه، خب بلندتر رو عقب کلاس میذاشتم برای که همه بتونن کلاس رو ببینن، تخته رو ببینن. بعد یه چند نفر اون تای کلاس بودیم، خب منم جزشون بودم، ما رو آورد بیرون از کلاس و گفتش که شما بیاین بیرون. و ما خیلی چیز شدیم که نگران شدیم که چه اتفاقی افتاده که مثلا ستای نفر آخر رو گفت بیاین. یه دست کرد، یه دونه کوله پشتی بود، سه تا لباس به ما داد، یه دونه شلوارک و تیشرت بود آستین کوتاه، اسم مدرسه ما روش نوشته شده بود، داد به ستاییمون و گفتش که ما دو روز دیگه مسابقات تیم بسکتبال مدرسه است و شما باید شرکت کنید. درست. و ما موندیم که اصلا گفتیم اصلا ما بلد نیست اصلا بسکتبال چیه. گفت کاری نگران نباشید، فقط بیاین. و از اونجا این استارت خورد این بسکتبال واسه من. و اولین باری که رفتم خب واسه خیلی عجیب بود که بخوای یه توپ خب نسبتاً کوچیک، چون توپای مینی بسکتبال خب کوچیک بود، کوچیک رو از یه فاصله دور پرتاب کنی توی حلقه که واسه ما اون موقع خیلی کوچیک بود. درسته. و واقعا اصلا نمیشه، همین چیزی امکان نداره. درسته. ولی خب رفتم، خب خیلی علاقمند شدم، چون که خیلی هم سخت بود، چون من خیلی لاغر بودم. من جزو آدمای هم تیمیایی تو با هم کلاسیایی که کار و تو تیم مدرسه بازی می‌کردیم و حتی توی نواحی مختلف که انتخاب شدم، ناحیه 3 بودم، ناحیه 4 بودم، تو مشهد بازی می‌کردیم، از همه لاغرتر من بودم. درست. قدم بالا خیلی لاغر بودم و اصلا هیچ زوری نداشتم و خیلی برام سخت بود. ولی من فکر می‌کنم اون مکانیزم خوب این آرنج و قد و دست‌های بلند من باعث می‌شد که من بهتر شد بزنم. و از اون موقع خب می‌دیدم چقدر خوب از فاصله عقب می‌اندازم گلم میشه و کم 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 علایقم به بسکتبال عوض شد. خب اولین بار نوجوانان دعوت شدن تیم ملی که فکر میکنم 17 سالم بود، چون 17 سالم بود جمع شد، دعوت شدم تیم ملی. اون موقع آقای خورخه گابررا بود که یه مربی کوبایی بود، آورده بودن تیم ملی. درست. و اونجا انتخاب شدم و ما رفتیم مالزی و متاسفانه خب اونجا نتونستیم خوب بازی کنیم و یادم هشتم یا نهم شدیم، فکر میکنم هشتم یا نهم شدیم. برگشتیم اونجا. بعد از اونجا که برگشتیم جوانان دعوت شدیم که اون موقع آیه فتحی بودن سرمربی تیم جوانان، تیم ملی جوانان. بله. و اینشون هم خیلی زحمت کشید، انصافا جا داره از ایشون هم خیلی تشکر کنم، چون واقعا سعید خان من یادمه 100 تا بازیکن، 100 تا 110 تا بازیکن دعوت کرد به اردوی تیم ملی جوانان و از اون 100 تا 15 نفر تا 20 نفر رو نگه داشت، که از اون 15 نفر و 20 نفر الان 10 تا 12 نفر تیم ملی که هم نسلای من بودن، 10 تا 12 نفر توی اون 15 تا فوق‌العاده بودن. درست. و ایشون خیلی سختی کشید، خیلی زحمت کشید، من شاهد اون زحمت‌های ایشون بودم و جا داره واقعا تشکر کنم از ایشون، چون من فکر می‌کنم بیس بسکتبال تیم ملی ما رو که همین نسل طلایی بود و ایشون با زحمت شبانه روزی، من یادم ایشون شبا خونه نمیرفت پیش ما تو اردو میخوابید که حتما سر صبح بتونیم دو جلسه سه جلسه تمرین کنیم، با بچه‌ها باشه، همه چی مرتب باشه، چک بشه، بچه‌ها زود بخوابن. اینقدر واقعا ایشون اهمیت میداد و کر میکرد و واقعا از اونجا بود که من فکر می‌کنم این نسل طلایی از اونجا بیسش ریخته شد. و اون سال جوانان رفتیم، من فکر می‌کنم اون سال جوانان با سعید خان بودیم، خب رفتیم غرب آسیا همه رو اول شدیم. بعد ما رده سنی اون سال بکنم جوانان نداشت، ما رفتیم امیدها. درسته. که بعد اومدیم بالاتر، توی امیدها که میخواستیم بازی کنیم، خب اون نسلی بود که سعید خان ارمغانی اومدن شدن سرمربی تیم ملی و اون موقع گفتن تیمو جوان میخوام بکنن و یه سری بازیکنهای جوان رو از تیم امیدها بیارن جایگزین کنن، جایگزین بازیکنهای به قول معروف
قدیمی تر که تیم بشه میکسی از بازیکنهای جوان و با تجربه. که من یادم اون موقع مهدی کامرانی بود، اومده بود مهدی کامرانی از تیم جوانان اومده بود و حامد سهرابنژاد بود و صمد نیکای بهرامی بود و این نسل این اکیپ رو سعیدخان ارمغانی جمع کرد. اون موقع اون استعدادیابیه به نظرتون چه رویه‌ای داشت در زمان شما که تونست اون نسل 10-12 نفره شما، حامد حدادی از جمله، صمد نیکخواه بهرامی، مهدی کامران و اوشین ساکن و نفرات دیگر رو بتونه از دل این همه استعداد که تو کشور هست کشف کنه و یه تیم عالی ما داشته باشیم، بتونه افتخارات متعدد رو کسب بکنه، قهرمانی آسیا، حضور تو بازی آسیای المپیک و و موارد دیگه. چه تفاوتی با الان داره اون استعدادیابی اون موقع با الان به نظرتون؟ حقیقتا من فکر میکنم اون موقع خیلی مسائل مالی درگیر بسکتبال نبود و مربی‌ها واقعا عاشق این بودن که آموزش بدن. من حقیقت می‌دیدم حتی همین مربی‌های خودمون که توی مشهد بودن خیلی، چون واقعا پولی قراردادی نبود و یه عشق بود که مربی‌ها داشتن دوست داشتن بازیکن‌ها رو انتخاب کنن از بین یه اکیپی، خب اونایی که واقعا استعداد دارن رو پیدا کنن بفرستن تیم ملی. و یکی از انگیزه‌هاشون این بود که آقا من 3 تا بازیکن فرستادم تیم ملی، 3 تا بازیکن الان بازی می‌کنن، خب افتخارش واسه اون مربی بود چون اون مربی این بازیکن رو انتخاب کرده. و وقتی اومدیم تیم ملی، تیم ملی هم مربی دلسوزی داشت مثل سعیدخان فتحی. درسته که سعیدخان روز و شب توی اردو، من اصلا هیچ من نیده بودم، یعنی بعدش هم که حالا ما اومدیم، حالا ما جزو خوش شانس ترین بازیکنایی بودیم که زیر دست سعیدخان فتحی استعدادیابی شدیم و سخت کار کردیم. من اون دوره واقعا ما بدنسازی داشتیم، حتی به جایی میرسید که 3 جلسه تمرین میکنیم تو روز. درست. بعد جلسه هیچ موقع هم چیزی نبود. خیلی سخته که یه مربی 100 نفر رو دعوت کنه توی اردو توی تایمای مختلف، 25 نفر صبح، 25 نفر ظهر، 25 نفر عصر، 25 نفر غروب، که بتونه از این 100 ها، چون 25 نفر خیلی واسه یک دو ساعت کار کردن، یک ساعت و نیم، بتونی 25 نفر یه جا، خیلی سخته شما بخوای 25 نفر یه جا جمع کنی و ببینی کدوم ها استعداد دارن توی این 25 نفر. درسته. توی یه ساعت و نیم. ولی خب سعیدخان من فهم کنم واقعا به نظر من فوق‌العاده کار کرد و این کار رو تونست انجام بده، چون عاشق آموزش بود، عاشق یاد دادن بود. میگم شب و روزش رو گذاشته بود روی بسکتبال و وقتی شما این چیز رو با عشق انجام بدید 100% نتیجه میگیرید. چون موقع یادم اصلا انقدر توی بسکتبال قراردادهایی نبود که بالا باشه، پولی کسی نمیداد و این باعث شد هی بهتر بشه و واقعا یه جایی رسیده بود که لیگ بسکتبال ایران فوق‌العاده جذاب بود. 4 تا تیمی که میومدن تو پلی‌آف بازی میکردن، اصلا شما نمیدونستی که میبره که میبازه. اینقدر بازیکنها، اینقدر تیما خوب بودن و اینقدر بازیکنها خوب بودن و من یادم خیلی بازیکنها بودن، خب من خودم به شخصی کلی ازشون یاد میگرفتم، چون بازیکنهای با کیفیت خوب میآوردن تو ایران. نه الان شما میبینی یه بازیکنها میارن، به خدا خود بازیکنهای ایران 10 برابر بهتر از این بازیکن بازی می‌کنه. فقط یه کمی من فهم می‌کنم اونا حالا چون مال کشورهای خارجی هن، یا آمریکایی هن یا اروپایی هن، حالا چون اسم دارن، چون بگرنم من خیلی وقت نمیبینم بازیکن فوق‌العاده بیارن. مثلا من یادم اون موقع آندره پیتس رو آورده بودم و این بازیکن فوق‌العاده بود. درست. یعنی انقدر من به شخص خودم خیلی چیز از یاد گرفتم، علاوه اعتماد به نفس، علاوه گل زدن، علاوه دفاع کردن، علاوه زرنگی های بسکتبال، حواسش به همه چیز. یعنی اینا این کلاس آموزشی بود برای ما. درست. ولی الان شما نمیبینی. ما همون سال آخری که بازی میکردم بازیکن خارجی خوبی نمیدیدی بیان و الان هم خب 100% اینجوریه، به خاطر این شرایط دلار و اختلافش با پول ما. خب خیلی سخته واسه باشگاه، حقیقتا سخته که بخوان هزینه کنن با بازیکن خوب بیان. خب بازیکن خوبم پول بالا میخواد، این بازیکنی با 3-4 هزار دلار بیاد که بازیکن نیست. درست. من اون موقع میونی کلامتون، من یادم اون موقع اگه باشگاه سواباتی یا سنام یا مهران بازیکن می آورد، بازیکن 30-40 هزار دلاری می آورد. بازیکنی که وقتی می اومد همین گفتن ای این بود، یعنی توپو می دادن دستش گفتن بازیکن 40 امتیاز می آورد، اصلا آب از آب تکون نمی خورد، هیچ کسی نمی تونست این بازیکن نگه داره.
ولی الان شما نمیبینی اینجوری و من فکر کنم خب این تاثیرگذار بود توی پیشرفت بازیکنان. چه اتفاقی میتونه رقم بخوره که این شرایط تو بسکتبال ما نباشه؟ یعنی ما همین تیمایی که میفرمایید اومدن و رفتن اصلا چه جوری بوده؟ چرا این اتفاق میافتاد؟ چرا مدیرای ما نتونستن اینا رو حفظ کنن؟ صرفا به خاطر شرط کشور بوده یا نه ضعف‌هایی هم در مدیریت وجود داشته که این اتفاق توی بسکتبال افتاده؟ من فکر میکنم این سری ضعف‌هایی هم هست. آدم باید نباید همیشه از یک سمت قضیه به ماجرا نگاه کنه، چون همیشه کمکستی‌های هم از لحاظ مدیریت هم از لحاظ من فکر می‌کنم فدراسیونه. برای اینکه من خودم یادمه وقتی بازی میگه، وقتی من الان به عنوان یه اسپانسر وقتی میخوام هزینه کنم یه تیمی رو اسپانسر بشم واسه یه تیمی، باید برای من یه تبلیغ داشته باشه الاز فروشم، حالا هر برندی هست تبلیغ داشته باشه، عزت و احترام داشته باشه، بتونم برندمو از طریق این تیم به قول معروف نشون بدم و همه بتونم فروشم رو بیشتر کنم. خب اینجوری تشویق میشم و از اون برم فدراسیون بتونه همکاری کنه توی یه سری جاها که بتونم من دستم بازتر باشه. دوم، فدراسیون هم من فکر میکنم قانون خیلی سفت و سخت نداره، چون خیلی تیما سال اول میان تیم میدن و قرارداد بالا میبندن ولی میبینی 50% پولش رو ندادن و تمام شد رفت. بعد کی میتونه این پول از پول اون بازیکن این تیم بگیره؟ و مدیر عامل میگه آقا همین یکی هست، خداحافظ. من خودم میشناسم و خودم هم اینجوری بودم. من کلی پول از زوبان، شاید نزدیک 10 سال پیش 15 سال پیش زوبان بازی کردم، کلی پول از اونجا طلب کردم که چی شد؟ از شهرداری عراق طلب کردم. تازه من جزو کسایی بودم که کم طلب کردم از چند دو تا تیم، سه تا تیم. خیلی هستم میگه آقا من 20 سال بازی کردم، از هر تیمی 20% میخوام، 30% میخوام. از خیلی‌هاشون 50% میخوام. ولی هیچ قانونی توی فدراسیون وجود نداره که اگه من اومدم تیم دادم فدراسیون ضمانتی بگیره که بتونه پول من رو تا آخر لیگ به باز بگیری از باشگاه، ولی این ضمانت نیست. وقتی این ضمانت نیست، مدیرام خب به فکر خودشونن، میگن آقا ما یه سال میایم تیم میدیم، هم تبلیغه هم واسه مالیات به نفعمونه، برای که ما تیم دادیم مالیاتمون رو کم میکنن، تخفیف میگیریم، هم که پولا رو نمیدیم. هیچ قانونی هم نمیتونه اما بگیره. یه تیم میبندیم 3 میلیارد با 500 میلیون سرتاش هم میاریم تموم شد. حالا اگه ما بخواستیم تو یک سال اینقدر پخش مستقیم تلویزیون بگیریم، اینقدر تقریبا 20 میلیارد میدادیم. درست. ولی کی ضرر میکنه این وسط؟ اول بازیکن‌ها ضرر میکنن که از خونه و زندگی و همه چی گذشتن، رفتن، جنگیدن، حالا چه باختن چه بردن، بالا پایین میگن آقا نداریم. برو شکایت. میری فدراسیون، من خودم بودم دیگه، میره فدراسیون میگه آقا آقای فدراسیون خب من الان صحبت میکنم ببین چیکار میکنم. چرا نسل طلایی ما دیگه تکرار نشد؟ چه اتفاقی افتاد تو اون بره از زمان بعد از تیمی که شما داشتین؟ من فکر میکنم نمیخوام زحمت های جناب مشون رو نادیده بگیرم، ایشون خیلی زحمت کشیدن واسه تیم ملی، فوق العاده زحمت کشیدن و من فکر میکنم فدراسیون های مشهون جز خوششانس ترین فدراسیون هایی بودن که اومدن تیم ملی رو گرفتن. من هیچ موقع انکار نمی کنم زحمت های ایشون رو، چون بالاخره مدیریت ایشون هم خیلی قویه، ولی ایشون قبل از اینکه بیاد، جناب من فکر کنم دکتر قزنفری بودن رئیس فدراسیون، که همون موقعی که ما نوجوان ها جوان بودیم ایشون رئیس فدراسیون بودن و سعید خان فتی رو آوردن و کلی هزینه کردن واسه همون استعدادیابی و بیس بسکتبال، بازیکنهای جوان استعداد جمع کردن و میخواستن پایه‌سازی بکنن که همین چیزی که الان هست. ولی متاسفانه بعد یکی دو سال خب شرایط عوض شد و آقای مشون رای آوردن، شدن رئیس فدراسیون و اون استعدادیابی که شده بود از طریق ایشون، و من یادم به مثلا ایشون، ما خیلی جوان‌تر بودیم، ایشون مثلا ورزش و ملت‌ها رو اگه خاطرتون باشه جام ورزش و ملت‌ها رو گذاشتن تو ایران که اولین بار بود که یه تیم امریکایی وارد ایران میشد که 12 تا بازیکن امریکایی اومدن تو ایران توی ورزشگاه آزادی، یه تیم از روسیه اومد، یه تیم از امریکا بود، تیم جوانان ما بود، تیم ملی جوانان، تیم ملی بزرگسالان بود که یادم اون موقع بهزاد افرادی بازی میکرد، محسن خان صادق‌زاده بازی میکرد، بازیکن‌ها خیلی بزرگی داشتن بازی میکردن و ما خیلی جوان بودیم، ولی به ما گفتن باشه شما هم میتونید تو این تورنمنت باشیم، مهم نیست حالا شما جوانانین، بالاخره تجربه است. درسته. و
این مسابقات آوردن، من یادم کلی اسپانسر آوردن که این کلی پوشش خبری آوردن، چقدر اینجا چقدر تشویق شدن که بیان تو ایران، بیان تیمای مختلف. تا اون موقع من یادم هیچ تیم خارجی جرئت نمی‌کرد، انقدر این نیوز هایی که از تو ایران میاد انقدر بده، چون میدونی خب بالاخره با ایران همه خیلی خیلی نیوز هایی که میاد واقعی نیست، ولی خب میاد متاسفانه خارج از ایران. بله. و همه اون چیزی که نیوز میگه باور میکنن. شاید من میگم خیلی از امریکایی که میومدن تو ایران میگفتن ما اصلا فکر نمی‌کردیم ایران انقدر خوب باشه، همیشه میگفتیم که بابا اینقدر بده، اونجا آدم میکشن اونجا، ولی چقدر خوبه. و این متاسفانه این اخبار منفی که میومد بیرون هیچ کی جرئت نمی‌کرد بیاد. و اون موقع اولین بار بود که یه تیم امریکایی اومد، یه تیم روسیه از روسیه اومد، یه تیم فکر کنم سه تا تیم بودن، دو سه تا تیم خارجی اومدن. و اصلا بعد تماشاچی‌ها رو گذاشتن که خانم‌ها هم بیان تو سالن، و فوق‌العاده بود، پر شده بود سالن، که مثلا من خودم فکر کنم 17 سالم بود 16 سالم بود همین رنگ بودم. اصلا برای من خیلی لذت بخش بود و خیلی چیزا یاد گرفتیم ما از این بازیکنایی که اومدن تو اون سن. من فکر میکنم اون استعدادیابی از طریق فدراسیون آقای غضنفری شد و آقای فتحی روشون تمرکز کردن، کار کردن، یک سال زحمت کشیدن. آقای منشون اومدن شدن رئیس فدراسیون، گفتم ایشون تیمو گرفت، خب اون استعدادیابی شده بود، آماده بود و ایشون شروع کردن بهره برداری و با مدیریت ایشون به نظر من ایشون تونستن اونا رو خوب مدیریت کنن و با مدیریت ایشون خیلی فوق العاده نتیجه ها اصلا فوق العاده بود. و وقتی که حالا ایشون رفتن، خب اون نسلم، خب به علت اینی که ما همش دیگه تمرکز اون رو گذاشتیم رو قهرمانی ها کمتر به زیر ساخت ها و به استعدادیابی فکر کرده، چون واقعا وقتی آدم یه سری قهرمانی میگه دیگه یادش میره که اینا بعضی مدت اینا سنشون میره بالا، ما باید کنار اینا بازیکن جوان بسازیم. من یادم هر مسابقه بود هر تورنمنتی بود همین 12 تا رو میفرستادن و نمیشد که یه بار بگن آقا شما استراحت کنین، یه تیم بفرستیم، یه تیم از جوانان بفرستیم، مثلا حالا برم ببازن تو تورنمنت دوستانه است، دعوتمون کردن حالا ببازن، اب نداره که غرب آسیا است، حالا برم ببازن چی میشه، تورنمنت بین المللی برم ببازن. ولی من یادم مسابقات اینجور بود، ما از این کشور می اومدیم 2 روز استراحت یه کشور دیگه بود، 3 روز استراحت. خب اینا هیچ موقع فکر نکردن که این تایم تموم میشه و وقتی اینا سنشون رفت بالا حالا چیکار کنیم. و الان رسیدیم به جایی که بله آقای داوری اومده تیمو فدراسیون گرفته، قبلش هم آقای دکتر طباطبایی گرفته بودش. خب اینا چیکار میخوان بکنن وقتی قبلی ها هیچ تمرکزی روی استعدادیابی و پایه‌سازی نکردن؟ الان چجوری میتونن اینا توی چند سالی که عهده‌دار فدراسیون هستن بخوان این کار رو انجام بدن؟ به نظر من ما تو ایران مربیای خیلی خوبی داریم. من فکر میکنم مدیریتیه که ما بتونیم مربیهایی که خوبن و اون جایی که باید ازشون استفاده کنیم استفاده کنیم. میدونی چی میگم؟ خیلی مربی ها هستم، من میدونم، اسم نمیخوام بیارم، خیلی مربی خوبی هم، ولی الان اصلا نیستن، هیچ اسمی ازشون نیست. و این مربی هایی هستن، من هیچ بی احترامی به هیچ مربی نمیخوام بکنم و واقعا همه مربی ها زحمت کشن. بله. ولی کسی رو بیارین که واقعا کمک میکنه، من کسی رو بیارین که واقعا دنبال اینی که بازیکن رو پرورش بده بیاره بالا، دنبال من خودم بازم میگم هیچ بی احترامی هیچ مربی نمیکنم، بله نسبت همه مربی های ایران خیلی یه سری مربی ها هستن دنبال اینن که بازیکن رو بیارن بالا، حالا بیارن تو تیم خودشون، حالا اینو بفرستن اینجا قرار دادنده، حالا خودشون نفعش رو ببرن. و این نمیشه، چرا؟ چون همه چی شده پول، راحت صحبت کن، همه شده پول. اون مربی منی که میگم که میومد با هم کار میکرد توی مشهد، آقای فرداد کاظمیان، من همیشه دعاش میکنم، ایشون از زندگی شخصی خودش وقت میذاشت برای ماها، برای 5-6 تا مثل من، و میومد جمعه ها ما رو میبرد پشت پارک ملت 2 ساعت به ازو تمرینمون میداد، میبردمون تعطیلات آخر هفته، میبرد کوههای آبر اون بالا ما رو 2 ساعت رو کوه میدونیم بدون هیچ چشم داشتی.
نه یه قرون پول از جایی بهش میدادن، نه عاشق بسکتبال بود، دوست داشت این استعدادهایی که الان تو استان هستن همه بتونن راه پیدا کنن به جایی بهتر، تیمایی بهتر و حتی تیم ملی. و اگه شما نکنید ایشون خیلی بازیکنهای اینجوری رو تحویل تیم میدادن. چرا؟ چون با عشق این کارو میکرد و دانشش هم داشت. میخوام بگم که چرا تا الان توضیح دادید چرا، بهتر اینجوری بگم که چطور میتونیم از الان یکی مثل حامد واسه بسکتبالمون داشته باشیم، حداقل اختصاصی واسه پست پنج خودمون، که بتونیم بگیم آقا اب نداره بازی کنیم حداقل یکم در سطح و لول حامد باشه. الان ما تعارف که نداریم، که نداریم یعنی کسی که حتی 40% مثل حامد بازی کنه واسه تیممون. اینم یه توضیح کوتاه از شما داشته باشیم ممنون میشم. فکر می خیلی جالبه. باز من خاطره بگم از آقای فتحی، ایشون وقتی که یادمه یک بار وقتی که صحبت میشد ایشون میگفت من میرم میگردم توی استانها، من شهیده بودم که میرم میگردم توی استانها تمرینات مختلف رو چک میکنم، نگاه میکنم، میپرسم اگه بازیکن بالای 2 متر داری معرفی کنیم. میرفتن به عنوان مربی تیم ملی چک میکردن، مثلا میگفتن آقا استان خراسان مشهد 5 تا بازیکن بالای 2 متر داره. ایشون میرفت بازیکن رو نزدیک میدید به درد میخورن آیا استعداد دارن، میرفت تمام استانها فراخوان میزنه آقا هر کی بالای 2 متر هست معرفی کنین، دعوت کنیم اردو بیان برن ببینیم. که الان از این چیزا شما نمیبینید، ولی والیبال این کارو میکنه. من دیدم تیم ملی والیبال فراخوان میزنه بالای 2 متر مثلا اینجوری اونجوری بیان اردو، دعوتشون میکنه، امکانات بهشون میده، خب سرمایه گذاری میکنه روشون، هزینه میکنه، جواب میگیره. ولی ما الان خیلی وقت این چیزا نمیبینیم، فقط میگیم استعدادیابی، فقط حرفشون میزنیم ولی عملی توش نیست. من یادمه خیلی موقع مثلا من محمد شاهسوان رو بگم، یکی از بازیکنهای خیلی خوبی هم که آقای فتحی کشفشون کرد محمد شاهسوان بود، که من شنیدم ایشون توی راه قزوین داشتن میرفتن که محمد شاهسوان رو اونجا توی خیابون میبینن و میگن چقدر قد این بازیکن خوبه، چون محمد فکر کنم 2.7 2.6 اینا بود، خیلی فیزیک خوبی داشت و از اونجا تا حالا هم دست به توپ نزده بود. از اونجا این بازیکن بهش پیشنهاد دادن که دوست داری بسکتبال بازی کنی چون قدت خوبه، چون گفت داره بدن نمیاد و اصلا زندگی ایشون عوض شد که هیچ، به تیم ملی ما هم خیلی کمک کرد. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا؟ چون ایشون میرفت میگشت تو استانهای مختلف، میرفت دنبالش بود که بازیکن بزرگ، چون میدونست که بازیکن بلند قامت نیاز داره، چون ایشون خودشون هم پستشون 4 و 5 بود، میدونستن که بازیکن بلند قامت نیاز دارن. زمانی که محسن صادق‌زاده واسه تیم ملی بزرگسال ایران بازی میکرد واقعا تیم ملی ایران خیلی بردنش سخت بود، چون ایشون قد و فیزیک خیلی خوبی داشت و شما نکنین بعدش اومد حدادی جای ایشونو گرفت. درست. و الان ما باید یکی در حد و قد و قواره حدادی پیدا کنیم، چون اگه این بره کنار واقعا سخته. پس این باید به نظر من باید همه کسای همه مربیایی که تو استان کار میکنن واقعا دنبالش باشن آقا بازیکنایی که میان فراخوان بزنین باشه بیارین تو خیابون میبینین این ور اون ور دعوت کنین، اصلا بعضیا میگم شاید اصلا دوست نداشته باشن ولی جذبشون کنین، بیارینشون باشون صحبت کنین، انگیزه بهشون بدین، بعد میبینین اصلا 10 تا بازیکن در میاد. چطور تو والیبال میتونن این کارو بکنن؟ حالا شما نگاه میکنین جوانای بازیکن تو والیبال اومدن همه قدای بالای 2 متره، خواستن چجوری در میان والیبال؟ درست. چرا اینا بسکتبال نمیان؟ ناراحتی هایی بوده بین هم نسلای شما از مدیریت و گاهن از سرمربی های تیم ملی. میخواستم اینم که این موضوع رفتن خود شما هم تاثیر داشته، شما خیلی زود رفتین یعنی از عرصه، به نظر من یعنی جا داشته که شما همچنان بازی کنید با تیم ملی، ولی خب خیلی زود تصمیم به خدافظی از تیم ملی گرفتین. میخوام ببینم که برمیگرده به همون گاهن حواشی بحثا صحبت ها یا نه تصمیم خودتون بود که از بسکتبال ملی خدافظی کنید و حالا پیراهن تیم ملی دیگه به تن نکنید؟ به نظرم چون اگه بودیم بازم جا داشت که شما بپوشین پیراهن تیم ملی. حقیقتش دقیقاً همون چیزی که شما میگید، من واقعا میتونستم حداقل تا 3-4 سال بعد از اون جریان بازی کنم، چون هم واقعا تمرین سختی میکردم هم انگیزه خیلی بالا داشتم و میتونستم حداقل 3-4 سال دیگه به تیم ملی کمک کنم، ولی متاسفانه سری حواشی پیش اومد و یه سری
خب از ما خواستم، من گفتم اولش خبر که آقای بایرمن تماس گرفت گفتش ما میخوام تیمو جوون کنیم، و من نمیدونم که چه سیاستی پشت این بود و کی این سیاست رو پیاده میخواست بکنه که یکی دو تا بازیکن رو گذاشتن کنار و هیچ جوون سازی اتفاق نیفتاد. فقط یکی دو تا بازیکن اومدن کنار رو، من اومدم کنار رو مهدی کامرانی و صمد اون دوره، و بعد دوباره صمد برگشت و فقط من بودم و مهدی کامرانی. من نمیدونم این سیاست کدوم مربی بود، مطمئنم که سیاست آقای بایرمن نبود، چون آقای بایرمن نگاه میکرد که چه بازیکنایی به درد تیم میخورن. و مطمئنن من اگه بودم، خب من میگم خودم اون موقع خیلی ناراحت شدم چون واقعا میتونستم کمک کنم، ولی خب وقتی تشخیص میدن که شما نباشی، منم از اولی که بسکتبال شروع کردم اومدم تیم ملی، سعی کردم مثل یه سرباز در خدمت تیم ملی باشم، چه موقعی که مصدوم میشدم چه موقعی که مصدوم نبودم. و اون موقع هم فکر کنم بهترین تصمیمی که میتونستم بگیرم همین بود که خب میخوان جوان سازی کنن، بهتره ابدا داره باشه. اینجوری صلاح دیدن که تیم ملی بهتر میشه واسه آینده. ولی بعد که اومدم و دیدم که فقط یکی دو نفر از ما رو کنار گذاشتن، خب خیلی به قول معروف شک برانگیز بود این جریان. که حالا الله اعلم که چه اتفاقاتی بوده و نبوده و من زیادم حقیقتش دنبالش نرفتم، چون دیگه خانواده‌مو برداشتم و خانم و بچه‌هام اومدن امریکا و گفتم دیگه حالا که بسکتبال تموم شد حداقل بچه‌هام به بچه‌هام درسته که اونا رو ساپورت کنم، چون که بالاخره تا اون موقع هیچ موقع نبودم خونه و همیشه تمام فشارهای زندگی روی خانومم، گفتم بتونم بیام بالا امریکا که اینا حقیقتش اصلا من اومدم امریکا برای اینکه بخرم بذارم بسکتبال بازی کنم. ولی سال 2018 که ما تابستون بود که برگشتیم ایران، یادم تیم ملی ایران همگروه شده بود تو جام جهانی با تیم ملی پرتغال، اگه خاطرتون باشه. بله. و ما اون بازی ها رو تو ایران نگاه میکردیم و پسر من هشت سالش بود و خب میشستیم با خانواده تا دیر وقت بازی ها رو نگاه میکردیم. خب خیلی هیجان انگیز بود. بله. بازی های مقابل پرتغال مقابل اسپانیا، و یادم تو اون بازی دروازه‌بان ایران آقای بیرانوند بود که توپ کریس رونالدو رو سیف کرد، پنالتی شد. درسته. و پسر منم اونجا خیلی دقیق اون بازی ها رو نگاه میکرد و خیلی خوشحال شد. خیلی خوشحال شد و بعد که ما تابستون تمام شد و برگشتیم امریکا، من اینجا هم کلاس آموزشی گذاشته بودمش یه سال، بعد گفت بابا دیگه نمیخوام بسکتبال بازی کنم. یعنی من یهو جا خوردم، چرا مثلا ما اومدیم اینجا که تو بسکتبال بازی کنی، بسکتبال انقدر دوست داشتی، انقدر پیشرفت کردی؟ و گفتش که نه من دیگه دوست ندارم بسکتبال، بسکتبال دوست دارم ولی دوست دارم فوتبال بازی کنم. درست، حرفه‌ای ولی فوتبال باشم، یعنی بسکتبال. بعد گفت من بسکتبال رو دوست دارم ولی عاشق فوتبالم. و من دیگه هیچ جوابی نداشتم بگم، گفتم باشه آدم هر چیزی رو دوست داشته باشه خب مش پیشرفت میکنه. به نظر شخصی من جواد تجربه اینو داره و میتونه که آینده بسکتبال درست کنه، ولی یه چیزی اینجا همیشه کمبود، یه چیزی همیشه احساس میشه و اونم زمان دوره رئیس فدراسیونه. درسته. این همیشه شما اگه نگاه کنین، شاید اگه آقای معشون نگاه کنین 4 سال میموندن، یا آقای قزنفری میتونستن 4 سال یا 8 سال دیگه رئیس فدراسیون باشن، خب اون اتفاقایی که دوره آقای معشون افتاد آقای قزنفری دوره آقای قزنفری میافتن. درسته. منظور که شما برنامه ریزی کوتاه مدت نمیتونه داشته باشی واسه که بتونی نتیجه خوب بگیری. و نه جواد داوری، هر من اگه فردا بشم رئیس فدراسیون، واقعا سخته که بخوام یه تیمی رو توی 3 سال 4 سال 2 سال از پایین برسونم به جایی که بتونه توی آسیا حرف اول بزنه. خیلی سخته، چون قبلی ها هیچ کاری نکردن که من بتونم ادامه اون راه رو برم. ببین چی میگم، بله. زمان دکتر قزنفری آقای فتی اون کارو کرد، ایشون هم رئیس فدراسیون بودن، بیسشون ریختن 4 سال 5 سال اومدن استفاده کنن، رئیس فدراسیون عوض شد و رئیس فدراسیون بعدی اومد استفاده اون
زحمت هایی که اونا کشیدن کرد. و الان اگه نگاه کنید خب کسی کاری بازیکنسازی نکرده که فرنس بسون بعدی بیاد ادامهش رو بره. و این خیلی سخته، آدم باید حقیقت رو بگه. نمیشه هر کی رو شما بیارید، شما اصلا یه مربی فوق‌العاده خارجی رو بیارید، باید حداقل 4-5 سال کار کنه. از الان دیگه من فکر میکنم از منفی بیایم بالا، چون دیگه ما به ژاپن باختیم، به قزاقستان و به اردن و به عراق و نمیدونم دیگه هر تیمی که ضعیف‌ترین تیم تو غرب آسیا ما باختیم. این بس یعنی بس. که ما 100 برابر پسرفت کردیم. و این یه پروسه یکی دو سال نیست که بگیم خب 2 سال ببازیم بعد، نه خیلی طول میکشه. چون همه کشورها اگه نکنین، همون ژاپن اگه شما نکنین شاید 4 سال باختن 5 سال باختن، ولی الان اومدن ایران رو بردن. پس ببین بلند مدت برنامه ریزی داشتن. درسته. اصلا نبوده که بیان تو 2 سال 3 سال بگن خب ما ایران رو میبریم، نه. و این خیلی سخته، این سوالی که شما میکنی که من پیشنهاد، نه نمیشه. فقط چرا؟ به شرطی که یک دوره بلند مدتی یک رئیس فدراسیون بمونه که خودش بدونه که آقا من الان این برنامه 8 ساله میچینم. درسته. خب الانم کار کردن 2-3 سال اولو به بازی اوکیه، تا تجربه کسب کنیم، تا این جوونا آب دیده بشن، میدون دیده بشن، تورنمنت های مختلف. حالا از سال پنجم ما میتونیم بسازیم، ولی نمیتونیم با 2-3 سال توقع داشته باشیم که الان یه تیمو بسازیم بره بالا. چون بالاخره هر مدیری که میاد دوست داره یه سری نتیجه هم بگیره، برای که افتخاریه واسه مدیریت اون آدم. منم اگه فردا بشم رئیس فدراسیون دوست دارم که 4 تا قهرمانی آسیا داشته باشم، و برام مهم نیست که بازی سازی بکنم یا نکنم، چون معلومه 4 سال دیگه من رئیس فدراسیون باشم یا نباشم، 2 سال دیگه من رئیس فدراسیون باشم یا نباشم. به نظر تو این اومدن مربی خارجی تو این بازه زمانی 3 ماه مونده به جام جهانی تصمیم درستی بود یا نه؟ نظر خودتون حالا اگه بخوایم بدین، یا بهتر بود با همون آقای ارمغانی ادامه میدادیم؟ به نظر من نه، ما به نظر من با مربی داخلی کار کنیم بهتره. به نظر من مربیای خوب و باید مربیای پایه بیاریم، مربیایی که بیاریم که استعدادیابی کنیم، مربیای داخلیمون که از استانها استعدادیابی میکنن، حالا یه مربی پایه خوب بیاریم که شروع کنه اون استعدادهایی که مربیای استانا پیدا میکنن میفرستن تیم ملی، حالا از تو اونا استعدادها رو انتخاب کنه و برنامه بهشون بده، اینا دوباره برگردن استاناشون دوباره کار کنن. درسته. اونایی که انتخاب میشن به عنوان استعداد انتخاب میشن تیم ملی، تمرکزشون رو بذارن روی اون بازی کنن، چون اونا مهمن واسه آینده، چون اونا آینده سازان. نه بزرگ سالا. الان بزرگ سالا ما، من حامد آفاق یا حامد حدادی دیگه آینده سازی نیست، زیاد بتونه بازی کنه یه سال دیگه است. درسته. ولی اونی الان 16 سالشه، خب اونه که بشه 20 سالش باید بتونه واقعا یه تیمو بچرخونه، و ما باید این کارو بکنیم. من یادم همون موقع هم سعید خان فتی به ما برنامه میداد، گفت شما میرین استانتون، این برنامه تمرینتونه، این از خورد دویدنتون، این از وزن زدنتون، این از تمرینات شوتتون، اینا همه رو باید یادداشت کنی برام بیارین. آقا امروز من رفتم شوت دادم 500 تا، این مدل این مدل این مدل، یا اینکه این مدل ها رو باید شوت بزنید هر روز اینقدر، تایمشو بنویسین برام بیارین. برگه به ما میدادن، این هوم ورک، این تکلیف خونه. خب این خیلی تاثیر داره تا اینکه من بگم آقا برین تمرین کنین 2 ماه دیگه بیان اورد. کی میره تمرین کنه؟ بعد منی که میرفتم برگا رو میآوردن آقای فتی چک میکرد و میدید اونایی که چیزا کردن، خب نشون میده. آقا من بگم روزی 1000 تا شوت دادم، وقتی بیام تو اردو یه دونه شوت هم نتونم گل کنم، خب معلومه دروغ گفتم. درست. پس آقا... نمیشه بازیکن تراس کرد. پس نه شما کار نکردید.